بینندگان عزیز و گرامی، همراه با سلام‌های گرم برای تقدیم حلقه دیگری از برنامه یاد جانباختگان راه سوسیالیسم در خدمتتان هستم. در برنامه این هفته نیز یاد عزیزانی را گرامی می‌داریم که در راه عشق به انسانیت و ایجاد جامعه یاری از ستم و استثمار، در راه رهایی کارگران و ستم دیدگان، در راه برپاداشتن جامعه سوسیالیستی جان عزیزشان را در راه آرمان‌های والایشان فدا نمودند. آنها انسان‌هایی از خود گذشته‌ای بودند که به زندگی عشق می‌ورزیدند. فدا کردن زندگی و جان خود از جانب آنان در واقع زایشی برای ایجاد غنی‌تر کردن زندگی بود. به همین خاطر آنها در راه بارور کردن درخت زندگی جان باختند. آنان کمونیست هایی بودند که تلاش می کردند تا روح آزادی و عدالت و برابری را در پیکر این جامعه بدمند تا انسان عصر ما را از اسارت سودپرستی نظام ظالمانی سرمایه‌داری رها سازند. آنها با مرگ سرافرازانه خود درخت زندگی را آبیاری کردند. آنان گلهای ناشکفته سرسبد جامعه ما بودند. یادشان برای همیشه در اعماق زندگی امروز و انسان به پا خواسته برای واژگون کردن همه نابرابری‌های اجتماعی بر لوح تاریخ جامعه بشری زنده و جاوید خواهد بود. در این برنامه یاد 4 تن دیگر از همرزمان جانباخته راه آزادی و سوسیالیسم، رفقا رحیم رستمی، کمال رادانی، عطاءالله محمد نژاد و صادق اخوت را گرامی می‌داریم. با تجلیل و گرامی داشت یاد تمامی زنان و مردان مبارز و انقلابی و جانباختگان راه رهایی کارگران و زحمتکشان، از شما دعوت می‌کنم به این برنامه توجه فرمایید. گرامی باد یاد رفیق رحیم رستمی، پیشمرگ فداکار کمله. رفیق رحیم رستمی سال 1322 در روستای کلککان از تابع دیواندره در خانواده زحمتکش دیده به جهان گشود. از همان دوران کودکی زندگیش با تنگ دستی توامان بود و چند سال بیشتر نداشت که در روستای کلککان و روستاهای اطراف به کار مشغول شد. او روحی سرکش و معترضانه داشت. رفیق رحیم در دورنج محرومان جامعه را می دانست و تبعیض‌ها و ستمگری طبقاتی موجود در جامعه او را به انسانی مبارز تبدیل کرده بود. در دوران نوجوانی جهت کمک به خانواده به کار در شهرهای مختلف در خارج کردستان پرداخت. رفیق رحیم انسانی مهربان و خوش اخلاق بود. به همین جهت در میان کارگران به چهره‌ای شناخته شده تبدیل شده بود و همه او را دوست می داشتند. بعد از مدتی کار در شهرهای مختلف و آشنایی بیشتر با درد و رنج همطبقه‌هایش در سراسر ایران، به منطقه دیواندره برگشت. او در جاده دیواندره به سقز در یک قهوه‌خانه غذاخوری مشغول به کار شد. رفیق رحیم با مشتریان به مهربانی رفتار می کرد و همیشه به دیده احترام به آنها می نگریست و به دلیل صفات خوب و انسانی و چهره صمیمی که داشت، تعداد زیادی از کارمندان و معلمان منطقه دیواندره اغلب به آن غذاخوری مراجعه می کردند. اغلب معلمین انقلابی آن دوران، مخصوصا دوران قیام، با او رفت و آمد داشتند و از لحاظ سیاسی وی را یاری می رساندند. رفیق رحیم در دوران مبارزات توده‌ای و قیام بهمن سال 1357 مردم ایران بر علیه رژیم شاه، فعالانه در تظاهرات مردم سنندج، سقز و دیواندره شرکت کرد.
بعد از اشغال شهرهای کردستان و خروج احزاب و سازمانها، رفیق رحیم رستمی در تابستان 1351 به کار مخفی روی آورد و با جمعی از فعالین ارتباط برقرار نمود. بعد از تسخیر شهرهای کردستان توسط مردم و پیشمرگان، به صفوف پیشمرگان کومالی پیوست و با جدیت تمام وظایف انقلابی خود را به انجام رساند. در مأموریت‌های تشکیلات شرکت می‌کرد و جزء واحدی بود که در روستای نجف آباد بیجار مشغول فعالیت بود. بعد از اشغال شهرها فعالتر از گذشته به انجام مأموریت‌های انقلابی پرداخت و دلسوزانه یار و یاور مردم زحمتکش منطقه بود. بعد از مدتی فعالیت در صفوف پیشمرگان کومالی، به دلیل توانایی‌هایی که داشت در سال 61 به عنوان مسئول پل در گردان کاوه سازماندهی شد. در این دوران از تمام توانایی خود جهت ارتقای آگاهی سیاسی خود می‌کوشید و همیشه در کمک به رفقایش دلسوزانه عمل می‌کرد و خود در این دوران توانست با کمک همرزمانش سواد خواندن و نوشتن را بیاموزد. رفیق رحیم در روستاها در میان زحمت کشان با متانت به تبلیغ مواضع کومالی می پرداخت و در تمامی مأموریت‌های تشکیلاتی با جدیت تمام شرکت می نمود. صمیمیت و دلسوزی هایش او را به فردی قابل اتکا و چهره دوست داشتنی در میان رفقا و زحمتکشان منطقه تبدیل کرده بود. رفیق رحیم در عرصه نظامی در کنار جسارت چشمگیرش به درسگیری از عملیات هایی که در آنها شرکت داشت پرداخت. به همین جهت در ده ها عملیاتی که بر علیه مزدوران رژیم شرکت داشت، در هدایت پیشمرگان تحت مسئولیتش و به شکست کشاندن دشمن موفق بود. سرانجام رفیق رحیم رستمی، این کارگر آگاه و فرمانده جسور، در تاریخ 11 آبان ماه سال 1361 بر اثر برخورد با مین کار گذاشته شده توسط مزدوران جمهوری اسلامی در روستای ابراهیم آباد دیواندره، جانش را در راه آرمان والایش فدا نمود. یاد و خاطره رفیق رحیم رستمی روشنی بخش راهمان تا فردای پیروزی نهایی کارگران و زحمتکشان خواهد بود. یادش گرامی باد. من مالای سوری
دوری شورش نه دشاکی دوری شورش نه دشاکی من باچکی من باچکی لجر و حالا سورم سرودی آشنا بونه و امرو بادوش من دخیلی پرچم سرخ انقلاب نوین از من به اهتزاز است، زیر آن پرچم سرخ من با سلاحم سرود آشتی ناپذیری طبقم را رو به دشمن می خوانم. مرگی وشیارم رگی سختم لره چکی دست دیری میشکم مجده دوار روشی دیا مرگی وشیارم رگی سختم لره چکی دست دیری میشکم مجده دوار روشی دیا پیشمرگم پیشمرگ آگاهی که میشناسد ره دشوارش را، سلاح اندیشم نوید بخش آینده است. لجلو ها سورم سرودی آشنا بود و امرو بادش من دفینی برزلود که آمانتی خمو بیرو مبستم لخباد وزاریم تا نبینم سربستیم برزلود که آمانتی خمو بیرو مبستم لخباد وزاریم تا نبینم سربستیم چه بلند است اهدافم، چه بلند است اندیشه رهایی. دست از مبارزم بر نمی دارم تا رهایی و سرافرازی. به پا خیزید هم تباران محرومان، بیایید متحد شویم، به زندگی نور افشانیم، به گور سپاریم روز سیاه را. گرامی باد یاد و خاطره پیشمرگ فداکار کمالی رفیق کمال رادانی. رفیق کمال رادانی سال 1340 در شهر مهاباد دیده به جهان گشود. در همین شهر به مدرسه رفت و تا کلاس سوم دبیرستان به تحصیل پرداخت و سپس برای ادامه تحصیل به شهر تبریز رفت. در جریان حرکت‌های اعتراضی توده‌ای سال 57 مردم ایران بر علیه رژیم شاه فعالان شرکت نمود و در همین دوران نیز به مبارزه سیاسی روی آورد. رفیق کمال پس از آشنایی با سوسیالیسم علمی به عنوان تنها راه خلاصی بشریت از فقر و ستم و نابرابری هیچگاه از وظایف انقلابیش غافل نگردید و کل توانش را در این راه به کار گرفت. در همین دوران بود که با سازمان اتحادیه کمونیست ها رابطه برقرار نمود و مبارزات خود را به پیش برد. پس از مدتی فعالیت با این سازمان از آن جدا شده و به هواداری از کمالی پرداخت. از آنجا که وی با درد و رنج کارگران و زحمتکشان آشنا بود، در هر منطقه‌ای که حضور پیدا می کرد، به راحتی با زحمتکشان و کارگران آنجا دوست و رفیق می شد و صمیمانه به درد دلها و صحبتهای آنها در مورد مسائل مختلف کار و زندگی و مشکلاتشان گوش می داد و آنها را راهنمایی می کرد و همین خصوصیات انقلابیش وی را به چهره شناخته شده در میان مردم کارگر و زحمتکش شهر مهاباد تبدیل کرده بود. پس از اشغال شهرهای کردستان توسط نیروهای جمهوری اسلامی در شهر ماند
و به کار مخفی روی آورد. سال 1361 فعالیت‌هایش از چشم دشمن دور نماند و از طرف مزدوران رژیم شناسایی شد و به ناچار از شهر خارج شده و به صفوف علنی تشکیلات پیوست. دوره آموزش سیاسی و نظامی را با موفقیت به پایان رساند و سازماندهی گردید. رفیق کمال در عرصه مبارزه نظامی نیز رزمنده جسور و فداکار بود و در دهها عملیات پیشمرگان کومله بر علیه مزدوران رژیم در شمال کردستان فعالانه شرکت نمود و فداکاری‌های زیادی از خود نشان داد. سرانجام رفیق کمال رادانی، این مبارز کمونیست و سیمای محبوب توده‌های کارگر و زحمتکش ناحیه مهاباد، روز 4 شهریور ماه سال 1364 در جریان نبردی حماسی در 4 کیلومتری شهر مهاباد پس از چند ساعت مقاومت هدف اصابت گلوله مزدوران جهل و سرمایه قرار گرفت و جانش را در راه آرمان والایش فدا نمود. با ادامه دادن آرمان‌های کمونیستی این رفیق مبارز، یاد و خاطره او را زنده نگه می‌داریم. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. گرامی باد یاد و خاطره رفیق عطاالله محمد نژاد، پیشمرگ فداکار کومله. رفیق عطاالله محمد نژاد سال 1342 در دامان خانواده کارگری در روستای قهرآباد از توابع سقز دیده به جهان گشود. در همین روستای زادگاهش به مدرسه رفت و همزمان با تحصیل همراه پدرش به کار کشاورزی مشغول بود. هنوز نوجوان بود که پدرش را از دست داد و تأمین معیشت خانواده بر دوش او و برادرش افتاد. با از دست دادن پدرش به شهر سقز نقل مکان کرد و همزمان با ادامه تحصیل برای تأمین هزینه تحصیل خود به کارگری مشغول شد. قبل از مبارزات توده‌ای و قیام سال 1357 با نزدیکی با چند معلم انقلابی در شهر سقز با مسائل سیاسی آشنا شد.
در جریان مبارزات و قیام بهمن سال 57 مردم ایران بر علیه رژیم شاه فعالانه در اعتراضات آن دوره شرکت نمود و یکی از چهره‌های برجسته جنبش دانش آموزی بود. بعد از قیام سال 1357 رفیق عطاالله محمد نژاد مبارزات خود را با سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر گره زد. سال 1361 فعالیت‌هایش از چشم دشمن دور نماند و از مدرسه اخراج شد. در همین دوران بود که با آشنایی بیشتر با سیاست‌های کمالی به این سازمان پیوست و فعالیت‌های انقلابی خود را به پیش برد. با آغاز فعالیت‌هایش با کمالی در کمیسیون آموزش و پرورش کمالی سازماندهی گردید و در روستای گلولان از توابع ترجان به معلمی پرداخت. بعد از مدتی فعالیت در این روستا به رهنمود تشکیلات به روستاهای اطراف سقز رفت و در آنجا نیز به معلمی مشغول شد. در این دوره از فعالیت‌هایش در میان کارگران و مردم زحمتکش این منطقه به چهره‌ای شناخته شده تبدیل شده بود. همزمان با آموزش کودکان فقیر روستا به کار آگاهگری نیز در میان مردم و تبلیغ و ترویج سیاست‌های کمالی می پرداخت. سال 1364 به عضویت حزب کمونیست ایران درآمد و در کمیته بخش خورخوره سازماندهی گردید. سرانجام رفیق عطاالله محمد نژاد در سال 1364 در جریان نبردی سخت با افراد مسلح حزب دموکرات هدف اصابت گلوله افراد این حزب قرار گرفت و جان باخت. یاد و خاطره رزمندگی و فداکاری های رفیق عطاالله محمد نژاد و تمامی جان باختگان راه سوسیالیسم را با ادامه راه پر افتخارشان گرامی می‌داریم. گرامی باد یاد رفیق صادق اخوت. تیر ماه 60 مصادف بود با ضربه پلیس سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر تشکیلات سازمان پیکار. در جریان این ضربه بسیاری از فعالین این سازمان که عمدتاً در بخش انتشارات و چاپ نشریه کار می کردند دستگیر و خیلی زود اعدام شدند. رفیق صادق اخوت در سال 1336 در یک خانواده متوسط در شهر اصفهان چشم به جهان گشود. دوره تحصیل در دبیرستان را می گذراند که با یک محفل مارکسیستی آشنا شد و به آموختن مارکسیزم پرداخت. دبیرستان را تمام نکرده بود که تحصیل را رها کرد و به کارگری روی آورد. وی تا آستانه مبارزات توده‌ای و قیام بهمن 57 در چند کارگاه و کارخانه کار می کرد و در جریان مبارزات از چهره های مبارز و فعال اعتراضات مردم بود. پس از قیام در سال 58 در مبارزات کارگران بیکار و دیپلمه های بیکار اصفهان که توسط جمهوری اسلامی به خون کشیده شد حضور فعال داشت و در کلیه تحصن ها و تظاهرات های کارگری در استانداری و اداری کار اصفهان شرکت کرد. این مبارزه وسیع بود که در نتیجه آن کارگران توانستند گرفتن وام بیکاری را به جمهوری اسلامی تحمیل کنند.
رفیق صادق اخوت در سال 1359 بار دیگر به محیط کارخانه بازگشت و مشغول به کار شد. او در این زمان به سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر پیوست. پس از مدت کوتاهی به هنگام پخش اعلامیه در کارخانه، مزدوران جمهوری اسلامی او را دستگیر و روانه زندان کردند. صادق پس از آزادی از زندان به تهران منتقل شد و در بخش انتشارات سازمان پیکار به فعالیت انقلابی خود ادامه داد. این دوره از فعالیت او کوتاه بود. در تیر ماه 60 در پی اولین ضربه پلیس به سازمان پیکار، رفیق صادق همراه با عده دیگر از رفقای پیکار دستگیر شد. صادق اطلاعات زیادی از تشکیلات و رفقای تشکیلاتیش داشت که برای رژیم با ارزش بود. مزدوران جهل و سرمایه برای به دست آوردن اطلاعات او را مورد شکنجه قرار دادند، اما صادق به همراه تعداد دیگری از همرزمانش محکم و استوار در مقابل دشخیمان حکومت اسلامی ایستادند و سر تسلیم فرود نیاوردند. سرانجام پاسداران سرمایه ناامید از درهم شکستن عزم و اراده آنها، همگیشان را در برابر جوخه اعدام قرار دادند. مزدوران رژیم حتی وحشت داشتند که جنازه او و سایر مبارزین و رفقای کمونیستی را که با هم اعدام شده بودند تحویل خانواده هایشان بدهند. به همین دلیل همان شب اعدام آنها را مخفیانه در بیابانهای سگرآباد که از همان روزها به گورستان بلشویک ها معروف شده بود بی هیچ نام و نشانی به خاک سپردند. رفیق صادق اخوت در عمر کوتاه فعالیت خیش همچون همه مبارزین صادق و پیگیر در خدمت آرمانش در رهایی طبقه کارگر فعالیت کرد. او رفیقی دلسوز، مسئول و سراپا شور و شوق بود و خستگی ناپذیر برای پیش برد اهدافش مبارزه کرد. کارگران آگاه یاد این عزیزان را همیشه گرامی خواهند داشت. یادش گرامی و راهش پر ره رو باد. Thank you.
بینندگان گرامی برنامه یاد جانباختگان راه سوسیالیسم، در اینجا به پایان وقت برنامه این هفته می‌رسیم. آنچه مشاهده نمودید یادنامه رفقا رحیم رستمی، کمال رادانی، عطاءالله محمد نژاد و صادق اخوت بود. ضمن گرامی داشت مجدد یاد این رفقا و تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری و با این امید که این برنامه مورد توجه و رضایت خاطر شما عزیزان بوده باشد، در خاتمه برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و سربلندی را داریم. بدرود.